سلام و درود به همه هموطنان عزیزم در سراسر دنیا، خاصه در ایران. در برنامه امروز و فردای ایران با لطف تلویزیون ایران فردا، من در هفته پیش وعده این رو دادم که در رابطه با برابری صحبت بکنم. دلیلش هم این صحبت‌های آقای جنتی بود در نماز جمعه که گفتن بعد از برجام وحشت از این دارن که غربی‌ها بخواهند بحث برابری حقوق زن و مرد رو هم مطرح بکنن. من فکر می‌کنم که این وحشت درستی است. به همین دلیل که من می‌خوام در این زمینه نکاتی رو مطرح بکنم که این ترس از برابری از کجا سرچشمه می‌گیره. ببینید، به هر حال اگر ما تعریف انسان رو از نظر علمی بخوایم بکنیم، من به آدم و حوا و حابیل و قابیل اصلا کاری ندارم، من بحث علمی مطرح میکنم. از 200,000 سال پیش انسان امروزی شکل گرفته. این انسان امروزی یک انسان اجتماعی است، یک انسانی است که تنها نمیتونه زندگی بکنه، یک انسانی است که نیاز به همدیگه داره، نیاز به فکر داره، نیاز به ارتباط داره و همه این مسائل که بحث گسترده تری رو اگر بخوایم دنبال بکنیم از این مقوله خارج میشه. ولی این بحث برابری که به نظر من اعتقادم بر اینه که برابری مهمتر از آزادی است. چرا که آزادی وقتی که برابری وجود داره، خود به خود به دنبال برابری و به تبعیت از برابری آزادی ایجاد میشه. ولی بحث اصلی تر اینه که اگر به منشور سازمان ملل متحد هم نگاه بکنیم، بحث برابری بحث بسیار معنیداریه. ماده یکش در رابطه با افراد بشر که برابر خلق میشن به وجود میان صحبت میکنه. این برابری در نوزادی که به دنیا میاد معنی دار میشه. در اون مرحله وقتی که یک نوزادی پا به این دنیا میگذاره، بحث زن و مرد بودن مطرح نیست، بحث برابری فردیه که پا به این دنیا گذاشته. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اگر که بهش نگاه بکنیم، اصل 20مش بحث برابری تمام آحاد ملته. منتها بلافاصله به اصل 21م وقتی برمیگردیم متوجه میشیم که مینویسه که زن و مرد با هم برابرن بر اساس موازین اسلامی. موازین اسلامی چیه؟ خود به خود نقض برابری است. به این معنا نقض برابری که ما وقتی که نگاه میکنیم و میبینیم که این برابری، این بحثی که امروز سرچشمه میگیره برای تمام ابنای بشر، بحثی است که ناگزیر برمیگرده به این که به هر حال به یه شکلی توی جامعه ما به وجود بیاد و راه خودش رو پیدا بکنه. وقتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه موازین اسلامی، که در بسیاری از اصول مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره، همه جا بحث نیمه حقوق نیمه انسان، همه جا و همه جا و همه جا. امروز آقای جنتی به درستی میترسه. دلیلی هم داره که این ترس شکل گرفته. دلیلش در عمل تاریخ گسترده باستانی تمدنی و فرهنگی ایرانه. تاریخ ایرانیه که به هر حال در امپراتوری های خودش دارای پادشاهان زن، فرماندهان بزرگ زن، فرماندهان ارتش، همه اینها بوده. حضور بیوقفه زنان در طول تاریخ ایران، اگر بلافاصله برگردیم به تاریخ مشروطیت، باز هم همین مسئله رو در اونجا میبینیم که رشادت زنان، دیدگاه زنان، مبارزه زنان،
همه در چه محدوده‌ای تونسته شکل واقعی به خودش بگیره. اگر جلوتر بیایم برمیگردیم به بحث ملی شدن نفت، نهایتا انقلاب اسلامی و نقش زنان و ترس تمام حاکمین جمهوری اسلامی از بدو پیدایش جمهوری اسلامی که میبینیم که مبارزش رو با زنان تا امروز هر روز بیشتر و بیشتر کرده و هر روز بهره‌دهی کمتر و کمتری واسش به وجود آمده. امروز چه اتفاقی افتاده؟ خیلی مشخص و روشنه. امروز آقای جنتی و بقیه حکومتی ها از زنان میترسن، از زنان وحشت دارن، میخوان برابری زنان رو مشروط بکنن. برابری شرط هیچ وقت نداره. میخوان که حکومت میخواد چرخ زندگی آقای به گفته آقای روحانی بگرده. چجوری چرخ زندگی بگرده اگه نصفی از جمعیت یک مملکت حقوقی رو ندارن، امکان اشتغالی رو ندارن، خونه نشین هستن و طبیعتاً بار معیشتی باید که چند برابر به دوش مردان بیفته. عملاً میبینیم که چنین برخوردی نمیتونه شکل تو جامعه پیدا بکنه. امروز اگر به ترکیب خانواده در جامعه امروز ایران نگاه بکنیم، میبینیم خانواده های ما که تربیت شده مکتب اسلام نیستند، تربیت شده هویت ایرانی هستند، وقتی که بچهشون به دنیا میاد این بچه واسهشون دختر و پسر نداره. برخلاف تربیت اسلامی، برخلاف زنده به گور کردن دخترها، میبینیم که این نداره. نمونهش خیلی روشنه. در دوران انقلاب اسلامی که همه موازین اسلامی رو میخوان پیاده بکنن، ما مواجه میشیم که خانواده ها همه چیشون رو به گرو میگذارن برای اینکه بچه هاشون بتونن درس بخونن. درس خوندن تو جامعه ایرانی معنی داره، تو خانواده ایرانی بسیار پرمعنیه. به چه گجایی میرسه؟ خیلی مشخصه. به اینجا میرسه که ما در همین چند ساله شاهد این هستیم که نیمه بیشتر از 60% دانشجوهای دانشگاه ها و فارغ التحصیلان دخترها هستند. این دخترها تو جامعه امروز ایران نشأت از هویت ایرانی میگیرن. خب حکومت در مقابل اینا چیکار میخواد بکنه؟ خیلی روشنه. وقتی که از اول انقلاب اومد 91 رشته دانشگاهی رو ممنوع کرد برای دخترها و امروز به 77 رشته رسیده، همه اینها ممنوعیت جلوگیری از رشد زن و دختر تو جامعه است. خانواده زندگی اقتصادی اجتماعی خودشو به گرو میگذاره که بتونه دخترش رو به مراحل رو تربیتی بالا برسونه، از یه تحصیلات عالی برخوردار بکنه. حکومت چی کار میکنه؟ وقتی که این دختر میخواد فارغ التحصیل بشه، بسیار طبیعیه این قضیه که این دختر یک انسانی است که زحمات بسیاری رو کشیده، هزینه بسیاری به گردن خانواده و جامعهش گذاشته، حالا میخواد وارد زندگی و بازار کار بشه. وقتی ممانعت از حضورش میکنن، وقتی که کمترین اولویت برای اشتغال درش به وجود میاد، اولین اولویت برای مرد متأهل، بعد برای مرد مجرد، بعد برای زن متأهل، آخرین مرحله برای دخترایی که از دانشگاه میخوان وارد جامعه و وارد بازار کار بشن. نهایتش به کجا میرسه؟ نهایتش به اینجا میرسه که هر آن لحظه ای که ما نتونیم این مسئله رو راه مشخصش رو پیدا بکنیم، به دخترها و زنهامون که برگردیم، اینها دچار یک سری مشکلات عصبی و روحی میشن. طبیعی است این قضیه. به کجا میانجامه؟ آسیب‌های اجتماعی بسیار در انتظارشون باقی میمونه. مسائل بیشماری که من در بحث‌های آسیب‌های اجتماعی بهش مراجعه خواهم کرد، ولی نه امروز. چه اتفاقی میفته؟ به کجا ضربه میخوره؟ در نهایت اگر که این دختران خانه نشین بشن به قول خواست جمهوری، به خواست جمهوری اسلامی، و همشون بخوان تمکین از مردشون بکنن و گوشه خونه بشینن و یا فرار بکنن از این
مملکت از این جامعه فرار بکنن، باز به کجا ما میرسیم؟ طبیعی است سرمایه های این مملکت از بین میره. البته رشد و شکوفایی پشتش هست. میبینید که همونطوری که جلوی زنان و دختران ما توی ایران گرفته میشه، وقتی اینا به خارج از ایران میان با چه شکوفایی میتونن که زندگی آینده خودشون طرح و برنامه ازش بریزن. نمونه بارزش جایزه نوبل ریاضی، اشتباه نکنید من جایزه نوبل صلح خانم عبادی رو نمیخوام بگم، اون بگذاریم کنار، جایزه نوبل صلح، جایزه نوبل ریاضی وقتی به مریم میرزاخانی تعلق میگیره، این بزرگترین افتخار برای یک جامعه است که میتونه در دنیا یک همچین جایزه ای که برای زیر 40 ساله ها هر 4 سال یک بار داده میشه، فقط به یک نفر ایرانی، دختر ایرانی داده بشه. همه این میتونن که جایگاه زنان ایرانی رو، دختران ایرانی رو مشخص بکنن و بهش برسن. خب به کجا میرسیم؟ باز جمهوری اسلامی نمیتونه راه زنان جامعه ما رو باز نگه داره، اینها رو به زندان میندازه، به شکنجه، به هر چیزی که فکر بکنیم. هیچ تفاوت نمیکنه که به چه شکل، بهاره هدایت یا نمیدونم اطناف فرقدانی و یا بقیه زنانی که توی زندان هستن و بسیار با ارزش براشون، من احترام فوق‌العاده قائل هستم. برگردیم امروز چی میشه؟ این حکومت جمهوری اسلامی است، حکومت ضد بشر، حکومت ضد زنه. زن هیچ حقوقی در جمهوری اسلامی نداره. اگه از مردش تمکین نکنه، بنا به دستور یا با چوب مسواک باید که تنبیه بشه یا با تسمه آهنین، چه به دستور اون، هیچ تفاوتی باز نمیکنه. سیاست‌های جمعیتی واسه زنان قائل میشن که زنان رو در بارداری خودشون افزایش باروری رو زیاد بکنن، بتونن که به هر حال ازدواج در سنین کودکی رو که دخترها رو نمیفهمن پدر مادرهاشون رو مجبور بکنن. اینها همه سیاست هایی که سیاست تفکیک جنسیتی بکنن، دانشگاه تک جنسیتی درست بکنن. به قول اون استاد دانشگاهی که در ایران وجود داره، دنبال بانک زنون مردونه هم برن. همه این کارها رو میتونن بکنن، ولی آیا میتونن که جلوی برابری جامعه رو بگیرن؟ اینجاست که من فکر میکنم که غیر ممکنه. من استنباط خودم رو، دیدگاه و نگاه خودم رو مطرح میکنم به این معنا که اگر ما جامعه ای رو میخوایم که جامعه پیشرفته ای باشه، باید به این مسئله بالاترین اولویت رو بدیم که یک جامعه برابر نمیتونه نیمی از جمعیتش رو که زنانش باشه کنار بگذاره. یک جامعه برابر نمیتونه که حد و نگاه اسلامی رو برای جامعه زنانش داشته باشه. جامعه برابر نمیتونه که قبول بکنه که مردش دخترش رو، زنش رو به فروش برسونه، نمیدونم یا هر کار دیگه ای در این زمینه به این شکل انجام بده. من بحثم بحثیه که بحث بیشتر هویتی است، بحثی است که اگر ما باید، یعنی باید جنبه باید داره، من معنی باید رو بلد هستم، باید قادر به این باشیم که جلوی این قضیه بیستیم مسئله پشت حقوق زنانمون، پشت مبارزه زنانمون. من باورم بر اینه، اعتقادم بر اینه که بعد از انقلاب مشروطیت، بعد از انقلاب نفت، بعد از انقلاب اسلامی، انقلاب بعدی ما انقلاب زنان ما خواهد بود. زنان ما ثابت کردن که هیچ گونه حراسی برای مبارزه با این پلیدی ندارن و این ایستادگی رو دارن. بیایم بیستیم، ما مردا هم یک وظیفه، یک مسئولیتی در این زمینه داریم. بدون شک بحث برابری در زمینه‌های مختلف همچنان برای من وجود داره و ادامهش خواهم داد. میخوام بگم که آقای جنتی و این امثال هم ترس و وحشتشون بیدلیل نیست، برای اینکه زنان ما زنان قابل و قادری هستن. سپاسگزارم. Bom, 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 bom